مکان رو توصیف کردیم به عنوان نمونه، و بعد شما دوستان هم میتونید خونتون یا محل کارتون یا مثلا دانشگاهتون، محلتون، اینها رو توصیف بفرمایید. Would you please describe your English class? Would you please ممکنه لطفاً describe، توصیف کنید your English class، کلاس انگلیسیتون رو توصیف کنید، یعنی چه شکلیه کلاس انگلیسیتون. خب در پاسخ Our English class is so spacious. Spacious دوستان به معنی جادار هست، از همون space میاد، space فضا، و spacious یعنی جادار، بزرگ. کلاس انگلیسی ما خیلی جادار هست. There are، خب دوستان اینجا توجه بفرمایید، در توصیف مکان ها خب ما مرتب باید بگیم که مثلا فلان چیز هست، فلان چیز وجود داره. در اینجا از قاعده there زیاد استفاده میشه، there is برای اشاره به یک چیز و there are برای اشاره به بیش از یک چیز. خب there are many chairs in it، there are وجود دارد، many chairs صندلی های زیادی، in it در آن، صندلی های زیادی در آن وجود دارد. There are many chairs in it، صندلی های زیادی در آن وجود دارد. سلام، از همه شما دعوت میکنم به پیج اینستاگرام و همینطور کانال آموزشی تلگرام من وارد بشید. نکته جالب این هست که دوستان مطالبی رو که در این دو قرار میدم یکسان نیستن، یعنی شما میتونید مطالب آموزشی زبانهای مختلف رو در واقع در اینستاگرام و در کانال تلگرام من دنبال کنید، مطالبی که در واقع به صورت جدا هم من قرار میدم و یکسان و تکراری نیستن. اما عنوان هر دو اینها یکیه، یعنی هم اینستاگرام و هم تلگرام من علی کیانپور 1987 هست و به جز این دو هیچ پیج دیگه‌ای بنده دوستان ندارم، نه در اینستاگرام و نه در تلگرام.